السلام علیکم بینندگان عزیز، اینک نشر نوبتی بخش خبری پیام روز از طریق تلویزیون سرخ منظوری شما میگردد. در سوید با شما جهانگیر صابر. بانکومات دستگاه افتوماتی می باشد که از آن مبلغ کارت پلاستیکی را نقد می کنند. در دوام 6 سال آخر شمال ترقیات در زیباترین کهندیاری وطن ناحیه سوخ نیز وزید و نفقت در صحن حولی بانک ها بلکه زینه بزینه در محله ها نیز این ماشین افتوماتی نصب کرده می شود. اما اهل محله های هوشیار و سریکنده شکایت می کنند که در این محله ها بانکومات هست و کار نمی کند. از روی این مراجعت به منزل رفته حالت را آموختیم. واقعا هم در 6 سال اخیر برای آسان نمودن مشکلات اهالی در دهات دوردست نیز کارهای نظررس انجام داده شدند. پیشروی سرگردانی مردم نزد اداره های دولتی گرفته شد یا به طور نظررس کم شد، گویم خطای صادر نخواهد شد. خصوصا در ساختار بانک برای شهروندان قلایه های زیاد فراهم آورده شد. مردم پولی کارت پلاستیکی اشون رو پیشتر برای نقد کردن 20% اون رو از دست میدادند، اما امروز این طور نه، مشکل ها بر هم داده شدند. در محله های دوردست ناحیه سوخ نیز بانکومات ها برای نقد کردن پولی کارتی پلاستیکی نصب کرده شدند، اما بانکومات هست اما کار نمی کند. مردم محله باشند برای نخ کردن پولشان با مرکز ناحیه رفته ایستادند. چون این بانکومات هایی که کار نمی کنند در محله های سری کنده و هوشیار نصب کرده شدند و امروز باعث اعتراضی شهروندان می گردد. یا به کار درآورند یا گرفته روند، یا اینکه برای اورا دادن کوچه ها نصب کرده شده است این بانکومات ها، گفت یکی از شهروندان محله سری کنده. من محله مونده بانکومات تشکیل کرده شد از سابق خلق بانک ناحیه می بیارن این بانکومات نمایش کار میکند. من از سیما باز کار نکرد، یک رفتم حکومت مراجعه کردم، کار کرد یک هفته کار میکند با نیست. او روز خودم خلق بانک اومده اینا الکتریش بروده برفتن، چون این کسی هم میگوید قصدار محله، لیکن اینا پلشه وقتی پل ما گروسو آگنده خواده گروسو بوجه شده معلوم تو گروسو است. از روی این مراجعات ما با بانک مرکزی ولایت فرغانه پیوسته. مسئول این بانک عیب را به ذمه محله گذاشت. بانک حق الکتر مصرف شده را به حساب صورت محله می گذراند، اما محله به کارگاه تامینات الکتر قرضدار است. ما باشه مسئله را یک طرفه ناموخته به رهبر شعبه ناحیوی اتحادیه محله مراجعت کردیم. او توسط تلفن به ما معلوم کرد که بانک با اتحادیه محله شرطنامه نکرده است. خلاص کی عیبدار است کس نمیداند، یا این دو تشکیلات نمیخواهد که عیب را به ذمه خود گیرد. امید داریم که رهبران ناحیه سوخ و اداره های دخلدار حالت را به نظارت گرفته این مشکلات مردم را حل خواهند کرد. ما باشیم به موضوع باز برمیگردیم. سالهای آخر شماره گرفتاران بیماری سرطان، خاصه سرطان غدودهای شیری، تارفت افزوده ایستاده است. اکثریت آدمان کسلی سرطان را درد بی‌دوا می‌شمارند و چنین تشخیص را با خطبه مرگ برابر می‌دانند. طبیبان سرطان شناس با این عقیده راضی نشده می‌گویند که در صورت سری وقت با تبابت فرا گرفتن بیمار پیش راه خروج و پهنشوی سرطان را گرفته بر این بیماری غالب آمدن ممکن است. موضوع را دوام می‌دهیم. موافق معلومات سازمان جهانی تندرستی، سرعت افزایش سرطان در جهان در یک سال 1.2% را تشکیل می‌دهد، اما در برابر افزایش بیماری راه‌های نو به نوع مبارزه با سرطان پیدا شده، خف مرگ و دیگر عاقبت‌های ناگواری بیماری کمتر شده است. سرطان غدودهای شیری یا اینکه سرطان سینه نسبت به دیگر نمودهای سرطان نه تنها در ولایت فرغانه و مقیاس جمهوری بلکه در سر تا سر جهان تندنسی بالاروی دارد. در حقیقت ثمرناکی تبابت پیش از همه به دقیق تشخیص وابستگی دارد. برای پیشگیری سرطان پیش از همه انسان باید حیاتی سالم بسر برد. بانوان با مقصد خود را از سرطان عضوهای زنانه ایمن نگاه داشتن، سال اقلا یک مرتبه از معاینه طبی گذرند. برای گرفتن پیش راه این بیماری در بین زنان با تشبث اتحادیه تندرستی ناحیه سوخ، ماموگرافی سیار به ناحیه جلب کرده شد. من امروز با تشبث اتحادیه تندرستی ولایتمون و ناحیه سوخ سیار ماموگرافی با جهازهای خود و متخصصان خود آمده در ناحیه سوخ 14 روز زنهای سنشان از 45 تا 60 را از نظارت میگذارند و سکرینی میگذارند میشود. من همه زنهایی که سنشان از 45 تا 60 است تا دوام 14 روز آمده بی ملال بی پول از حساب دولت آمده گذاشته تشخیص خود را گذاشته مانند. اساسا سیار ماموگرافی گفته گفت بیماری های سرطان قفس سینه را پیشگیری میکند و در
تقسیم‌های اول انق بگیرند. ماموگرافی سینه یک اصول اطلاعاتی تشخیص رنتگنی می باشد. با یاری آن پاتولوژی غدودهای شیری از جمله ورم هایی که در مرحله های اول انکشاف می یابند یعنی سرشوی سرطان سینه را معین کردن ممکن است. معاینه پیشگیری کننده اساسا برای زنان از 45 سال بالا در 2 سال یک مرتبه توصیه کرده می شود. این سینوسال یک نو مرحله است که پس از آن خطر سرطان سینه زیاد می شود. ماموگرافی سیار و شفاکاران صاحب ملکه در 14 روز زنان از 45 ساله بالا را در شفاخانه مرکزی ناحیه سوخ قبول میکنند. برای پیشگیری بیماری سرطان سینه نه فقط زنان بیمار بلکه آنهایی که سالم میباشند و از درد عضو عموما شکایت ندارند میتوانند آمده از نظارت گذرند. خدمت ماموگرافی برای زنان از 45 ساله بالا رایگان یعنی بپول است. اکثر زنهای ناحیه ما تنها بعد جاری شدن فساد یا پیستان یا خونشار شدن سینه شان به دکتر مراجعه میکنند. شرم و حیا البته خوب است ولی شرم میدارم به درد جانکاه طاقت کردن و حیات خود را زیر خطر گذاشتن کمال بیعقلی است. مادران و خواهران عزیز در برابر به چهره خود اهمیت دادن به جسمتان نیز دقت دهید و برابر کمی تغییرات حس کردن یا دانچه های سخت را در قفس سینه پی بردن حتما به شفاکاران مراجعه نمایید. دردی که با یک یا یک چند سوزندارو تبابت کردنش امکان دارد می تواند تا به جراحی و محروم گشتن از قفس سینه کشد اگر بیمار در وقتش مراجعه نکند. این را فراموش نکنید. جشنواره احترام به مادران در ناحیه سوخ همان دوام دارد و در کمپلکس زمانوی شباده به مناسبت این جشنواره تدبیر به نهایت زیبا برگزار گردید و در آن رهبران ناحیه اشتراک کرده مادران مشفق را به این مناسبت تبریک گفتند و به آنها تحفه های خاطروی تقدیم نمودند. تفصیلات پر را در گزارش نوبتی ما. در چاره‌بینی احترام به مادران که این دفعه با سعی و اهتمام فعالان زنان و دختران محله های ناحیه سوخ تشکیل کرده شد، حاکم ناحیه سید بهرام سید مصیف شرکت ورزید و همه اشتراکداران را صمیمانه تبریک گفت. در چاره‌بینی از تمام محله های ناحیه بانوانی که در ساحه های گوناگون فعالیت دارند و مادران مهربان که تجربه زندگی خیش را در آیله و محله به نسل جوان میآموزند شرکت ورزیدند. رهبران سکتور های ناحیه که در چاره‌بینی اشتراک داشتند همه اشتراک کنندگان را تبریک کردند. چون مادران عزیز با تحفه های قیمت بهای حاکمیت ناحیه ساخ تقدیرانیده شدند. سس دعا قلسنگز بولگی اجابت گلر ازینگز ده فیض و برکت ازینگز دانشمن سوزینگز حکمت دور کلده قندینگز ارین ککسلر قریلی گشتینی سرین آنا جان با مناسبتی منم این تدبیری که در ازبکستان جان جان ما گذرانیده استاده ایم به همین مناسبت که مادر سرچشمه خوشنشونده حیات است، مادران عزیزمان را تن صحتی بخت و سعادت آیلوی بگذار و در بخت فرزندان در بخت تمام نبیره ها دایما صحت و سلامت و سربلند باشند. زنان چراغ خاندانند، به قدر این چراغ و روشنایی باید برسید. به نورش گرچه این خورشید خاور فراگیرد جهان را سراسر، نمیگردد ولیکن آن برابر و این پرقدرتی با مهری مادر. فقط مادر به هر گرما و سرما نشسته بر سری گهواره ما، نپوشیده دم دو چشم شپا بپرورد و چو جان بگرفته در بر، وجودش چون به فرزند است پیوند و را خواند به خود جان و جگربند. زنان و مادران همیشه در تربیه فرزندان صاحب معرفت و خیرخواه و دارای اخلاق حمیده کوشش نموده آنها را به حیات مستقلانه آماده می سازند. زیرا فرزند از جهت جسمانی و معنوی سالم به قدر و منزلت پدر و مادر، وطن و تاریخ و تمدن می رسد و برای دولت و ملت خود خدمت می کند. این مسئولیت بزرگ مادران را وظیفه دار می سازد که در برابر نگاه و بین و پرستاری و کمالات معنوی و جسمانی فرزندان خود آنها را در روحیه خودآگاهی و خودشناسی هویت تو افتخار ملی وطن دوستی و وطن پرستی و حامی مرز و بوم وطن تربیه نمایند. Я вас всех поздравляю с этим великим праздником. Праздник мам. Сейчас во всей республике Узбекистана проходят такие фестивали для дорогих мам.
Я очень благодарна нашему хакибиату, что пригласили меня на этот праздник. Мамы – это самое важное, это самое главное. Всегда нужно уважать мам, каждую минуту, каждую секунду. У всех, у кого есть мама, это счастье большое. У кого нет, великая память. Спасибо. در چهارمین صنعتکاران محلی نیز شرکت ورزیده در سرودهایشان مادران را وصف نمودند، زیرا مادر چشمه خوشنشونده حیات بوده، در وصف او هرچی قدر سخن گوییم و در تعریفش شعر و سرودها خوانیم کم است. در واقع در تدبیر سابقه‌داران مهنت نیز شرکت ورزیده و آنها از راه‌های تعیین نموده خود به اشتراکداران حکایه‌های عبرت بخش را نقل کردند. یکی از نقطه های نشأ و نمای ناحیه رشتان این ساحه کشاورزی به شمار می رود. رشتان در پرورش پخته و غله نه فقط در مقیاس ولایت بلکه در جمهوری در صف پیش قرار دارد. موضوع را دوام می دهیم. در ناحیه رشتان برای حاصل امسال در میدان 5640 گکتر پخته کش کرده شده، در 7500 گکتر زمین کارم روسای نزدی غله پخته می رسد. از جمله در خواجگی فرمری دوران راشیدانی به تخمی پروری مخصوص گردانیده شده فعلا کارهای بهاری با سرعت ادامه دارند. میدان عمومی خواجگی 96 گکتر بوده، در 51 گکتر غله و 46 گکتر پخته کش کرده شده است. ما 5 مرتبه غله را از برگ غذا دادیم، میگوید راهبر خواجگی مذکور. موافق حساب ما حاصل در روسای نزدیک پخته می رسد. قلای آمدن آب و هوای امسال و استفاده از تکنولوژی های زمانوی صرفه آب امروز نتیجه های خوب می دهند. خواجگی مذکور کارگران زیاد را به کار جلب نموده است. حاضر کنده بزده جمع 36 تا ایش خادم مز بار. شلردن 4 تا میهن زدر، 3 تا سوچه، 28 تا ترمچه، ترمچه لرمز بار. Bundan tashqari paxta mavsumida o'zimizni mahalliy aholimiz, qo'shni qishloqlardan fuqarolar kelib paxta terimida qatnashishadi. فرمر که سالی گذشته زیاده از 500 میلیون سوم درآمدی صاف به دست آورده بود، امسال دو برابری آن را در نظر دارد. از جمله پیش بینی کرده شده است که حاصل هر گکتر غلادونه از 100 سنتنر و پخته از هر گکتر به 50 سنتنر رسانده شود. در این روزها از یونی خواجگی فرمری به مسئله ثمرانک تشکیل نمودن تدبیرهای ضروری اگروتکنیکی پختزار دقت کلام میدهند. برای مضمون‌ها گذرانیدن وقت خالی جوانان و رشد ورزش در دهات دوردست، کشف ورزشگران اصیل با تشبس رئیس محله سبزار در بین جوانان محله‌های هوشیار، ققیر و سبزار مسابقه ورزشی از روی فوتبال که از این چند پیش استارت گرفته بود به اتمام رسید. فوتبال یکی از نمودهای معروفترین و جذابترین ورزش، وسیله مهم حفظ و تحکیم سلامتی اهالی، قاصد صلح و ثبات، عامل تشکل دهنده نیرو و توانایی انسان و انعکاس کننده سیمای خلق و ملت در عرصه جهان محسوب می‌یابد. در یکی از محله‌های دوردست ناحیه سوخ هوشیار کهن و همیشه نوجوان، مسابقه فوتبال که از این چند پیش بین جوانان محله‌های سبزار، ققیر و هوشیار آغاز یافته بود، دیروز به اتمام رسید و مراسم تقدیرنامه‌سازی فوتبال بازان بهترین و دسته غالب به وقوع پیوست. در مراسم رغبتناک سازی از جانب ماموریت محله سبزار و حامیان، بازینگران بهترین و جماعه غالب با تحفه های گرانبها تقدیرانیده شدند. با تشکیل کنندگان مسابقه آموزگار فنی تربیت جسمانی رفشنجان میرشریپف و رئیس جمعی شهروندان محله سبزار عبدالعزیز عبدالجبارف نیز تحفه های خاطروی سپاریده شد. من تا چند روز باز 11 کمانده از محله های هوشیار به دیگر قوا آزمودند. در نتیجه دو کمانده به فینال برآمدند، محله پایان، محله زردالوزار. امروز یک و گرچند باران باشد هم یک بازی عجایب نشان دادند. هفته آینده بازی نوبتی والیبال شده میگذرد بین محله ها. البته باوری داریم که جوانان ما با سپورت مشغول میشوند، وقتی خالیگی خود را با بازی های فوتبال و والیبال میگذرانند. بار دیگر ما مینت داریم که در دیار هوشیار همین خیلی یک استادیونی
زیبای زمانوی برپا گشت. فوتبال که یکی از نمودهای معمولی ورزش به شمار می رود، واقعا هم در محله های هوشیار، سبزار و ققیر ناحیه سو خیلی رشد نموده است. در حقیقت جوانان محله های مذکور به این نمودی ورزش میل و رغبت زیاد دارند. از این جهت از جانب دولت در محله میدانچه ورزشی زمانوی بنیاد کرده شد. مسابقه فوتبال به اتمام رسید. اکنون به مسابقه از روی بازی والیبال در بین جوانان محله هایمان استارت داده می شود، گفت ورزشکار آموزگار فعال رفشنجان مرشریپف. شریپف رفشن جمعبایویش تقدیل نده. من رفشنجان. تماشابینان عزیز، برنامه های تلویزیونی سوخ دوام دارد و حالا شرح مختصری خبرهای مهمترین کشور را به شما می رسانیم. قرار پرزیدنت جمهوری ازبکستان درباره تشکیل کردن آثارخانه دولتی میراث جدیدان قبول شد. موافق قرار در مکان تاریخی شهر بخارا مجمع هول پایان آثارخانه دولتی میراث جدیدان تأسیس داده می شود. یکی از وظیفه های اساسی فعالیت آثارخانه آشکار، جمع‌آوری، نگهداری، آموختن، برقرار سازی، نسخه برداری، نشر سرچشمه های گوناگون داخلی و خارجی و حجت های تاریخی به جریان های جدیدان بخشیده شده، غنی گردانیدن فوند آثارخانه ها و تشکیل نمایشگاه ها در اساسی آنها، اینچنین عملی نمودن فعالیت مدنی و معرفتی و علمی تحقیقاتی معین شده است. سیوم ایون در اگنتی اویاسی شهروندی نزد وزارت نقلیات ملاقات رهبران اداره اویاسی جمهوری ازبکستان و دولت قطر برگزار گردید. در ملاقات مسئله های رشد همکاری ها در ساحه اویاسی شهروندی بررسی شدند. جانب ها قید کردند که مرحله مهمی رشد همکاری های بین کشورهای ما از دویوم ایون سال جاری از جانب شرکت قطر ایرویس در خط سیر دوحه تاشکند دوحه آغاز نمودن پروازهای منتظم میباشد. در ملاقات جانب ها اوید به همکاری های متقابلا سودمند در ساحه به خطری پروازها با موافقه رسیدند. طبق معلومات های نو، از روی نتیجه های مرحله انتخابی منتخب ازبکستان 11 راحت به بازی های تابستانه المپی پاریس 2024 به دست آورده است. قابل ذکر است که باری نخستین مشزن های بانوان ازبکستان به مسابقات اساسی 4 سال 4 لیسنزیه و منتخب مردانه سومین بار پی هم در مجموع صاحب راحت های المپی شدند. از روی شماره لیسنزیه های باکس ازبکستان پس از استرالیا دویم شد. نمایندگان قطعه سبز 12 راحت و هموطنان ما 11 راحت به دست آوردند. عزیزان دل و دیده، در دام این لحظه ها ما ایجادکاران بخش خبری پیام روز تا قدر امکان سعی و حرکت کردیم به شما تنها خبرهای مهمترین و آخرین روز را رسانیم و در همین جا به بخش خبری انجام میبخشیم. خیر، سلامت باشید، اما از ما دور نروید، زیرا برنامه های تلویزیونی سرخ دوام دارد.